درود بر شما همراهان خوب مردم خبر به خبر ساعت 9 صبح 9 خرداد خوش آمدید. همیشه بلایای طبیعی بد نیست، کافی بخت باهاتون یار باشه و بلایای طبیعی هم ملخ باشه. به این ترتیب هم میان سایت خرید و فروش های اینترنتی هم ملخ رو میذاره و گفته خریدار ملخ هستم. اینم که خیلی جالبه، قیمتش هم حتی توافقی عنوان کرده، همطور که میبینید حتی گفته که فقط بالای 10 کیلو بالغ باشه و گوشتی باشه، بعد به این ترتیب هم میخره ملخ ها رو. اینطوری هم میشه که کلا بخت باهاتون یار میشه توی این هجوم ملخ ها که ویدیوهای خیلی زیادی هم داشتیم. پاش به خرید و فروش و سایت های خرید و فروش اینترنتی هم باز شده. خیلی خب، بریم سراغ یک ویدیویی که براتون آوردم. خب دیشب بازی پرسپولیس و سپاهان بود و سپاهان اصفهان هم مثل بازی رفتش پرحاشیه بود. پرسپولیس با 1 گل سپاهان رو حذف کرد، اما حمله بیرحمانه به اتومبیل خبرنگاران ورزشی پس از این دیدار منتشر شده. بعد بازی پرسپولیس سپاهان ماشینه خبرنگاری که پلاکشون نمره تهران بود به این روز اتفاق افتاده. اول داخلش رو سرقت کردن، بعد آتیشش زدن و ببینید که این یکی از ماشین هاست. ماشین بعدی رو بریم ببینیم. خیلی خب، بریم سراغ یه خبر دیگه از فیلم حمله خرس به روستاییان هستش در گلستان. خب این فیلم جدید نیست، اما این فیلم دوباره بازنشر شده به خاطر رفتار خاص حفاظت محیط زیست گلستان هم هست. همطور که میبینیم میخوان خرس رو بگیرن، میخوان جا به جاش بکنن، فرصتی هم برای بیهوش شدن این خرس نگونبخت نمیدن بهش. تلاش میکنن با تور ماهیگیری بیان حیوان رو جا به جا کنن. خرس هم که وحشت زده میشه به روستایی ها حمله میکنه، انقدر هم میزننش و اینکه تا بالاخره خرس اصلا میمیره و حالا مردش رو جا به جا میکنن. فقط تو ایرانه که چنین اتفاقی میفته، خرس رو اینطوری با چماق و انقدر طرز وحشتناک جا به جاش میکنن. اما بریم سراغ یک ویدیوی دیگه که جزء پربازدید هاست، خیلی هم جالبه. حالا اگه که همطوری که پلی میکنه شما فیلم رو مشاهده میکنید، من براتون توضیح میدم روی فیلم. از بچه پولداری هستش که زندگی پسر فقیری رو متحول میکنه. یک میلیونر با تصمیم انسان دوستانه خودش و کمک به پسری که به خاطر فقر مجبور بوده تکالیف مدرسه‌اش رو زیر چراغ در خیابون بنویسه، میشه سوژه رسانه ها. خب به این ترتیب که یک مامور پلیس در پرو سرگرم بررسی دوربین ها در خیابون بوده که متوجه حضور این پسر بچه در پیاده روهای شهر میشه. پسر بچه‌ای که هر شب زیر تیر چراغ برق در کف پیاده رو تکالیفش رو می نوشته، این ویدیو رو می گیره و در فیسبوک خودش منتشر می کنه. انتشار این ویدیو در فیسبوک پس از گذشت چند ساعت توجه بیش از 5 میلیون بیننده در سراسر جهان رو به خودش جلب می کنه. و یکی از همین بیننده ها 1 میلیونر بحرینی بوده که تصمیم می گیره به این پسر بچه کمک کنه و نه تنها خانه فقیرانه این پسر بچه و مادرش رو بازسازی میکنه، بلکه اون رو تبدیل به آپارتمان میکنه و در ادامه دادن تحصیلش هم بهش کمک میکنه.
واقعا انسانیت حد و مرز نمیشناسه. چقدر خوبه که این اتفاقات میفته و این ویدیوهای خوب رو ما برای شما میاریم. بریم سراغ یک ویدیو از میز 50 متری افطاری ماه رمضان در قاهره که خیلی زیاد دست به دست شده، واقعا نامی شده. صدها مصری هر ساله در یکی از محله های قاهره پایتخت این کشور دور یک میز 50 متری جمع میشن تا با هم دیگه افطار کنن. واقعا این ضیافت افطاری ها، خب خیلی ویدیوها داشتیم از کشورهای متفاوت، چه تصویر و نقش زیبایی رو هم در خیابون رقم میزنه. سپاس از همراهی شما خوبان با این بخش خبری با مردم خبردار تیوی آنلاین باشید.